من بداهه نگاری میکنم. دست من هیچ لرزشی نداره. مادرم خب فرزند میرزا عبدالله مرحوم بود، یه پدر بزرگ من. این قلم هم که میبینین، این قلم 40 ساله که تو دست من داره کار میکنه. من مهندس سیحون را اول بار به عنوان استاد و رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شناختم. بعدها از طریق شاگردانش با خلاقیت‌های دیگر او در زمینه‌های مختلف هنری آشنا شدم. هوشنگ سیحون مجموعه است یگانه از توانایی‌های هنری و فرهنگی. طراح است، نقاش است، مجسمه ساز است، معمار است، معلم است و فراتر از همه انسانی است سرزنده و شوخ‌طبع. شما خودتون رو بیشتر از همه چی میدونین؟ نقاش، معمار؟ من ببینید نمیتونم بگم. معلم؟ والا هوشنگ سیحون در سال 1299 خورشیدی به دنیا آمده و به قول خودش نقاشی را از 4 سالگی با کشیدن زغال روی دیوارهای خانه شروع کرده و تا امروز 80 و چندین سال است که به شکلهای مختلف در کار خلق هنری است. هرچند توانایی‌های هنری سیحون متنوعند، اما شهرت او بیشتر به 2 تخصص است: معماری و آموزش معماری. مجموعه کارهای معماری سیحون از آرامگاه بوعلی تا ساختمان کانادا درای و از مجتمع آموزشی فرح تا ساختمان مرکزی بانک سپه و تعداد زیادی خانه‌های شخصی طیف وسیعی از بناها را تشکیل می‌دهد که حاصل بیش از نیم قرن فعالیت او در این زمینه است. سیحون با خوی پژوهشگر و دانش عملی و نظریش از صاحب نظران معتبر ایران در زمینه معماری است. بسیاری از حرف‌های او در این باره تا امروز نو و گهگاه جنجال برانگیز باقی مانده. معماری نداشت اسلام. کما اینکه چیزای دیگه هم نداشت، مجسمه سازی هم نداشت، موسیقی هم نداشت، نقاشی هم نداشت. ولی ما داشتیم. ایران ما داشت. معماری اساساً 2 تا بال داره که با این 2 تا بال باید پرواز بکنه. یکی عرض کنم که عمل کرد. 2 زیبایی. باید معماری باید زیبایی باید داشته باشه، یعنی که هم از نظر فیزیکی ما رو تأمین بکنه که بدونیم توی یه جایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز برامون راحته، از نظر متافیزیکی که زیبایی باشه اونم ما رو تأمین بکنه، بگیم این خونه خیلی قشنگی خوبه. ما میرفتیم توی خونه هایی میگفتیم ای بابا عجب این خونه دلگیره، آدم اینجا غمش میگیره. این از اونهاییست که جواب مطلب رو نداده. اولین کار مهم معماری سیحون بنای یادبود بوعلی سینا در همدان به مناسبت 1000 تولد او بوده. سیحون طرح این مجموعه را در دوران دانشجویی کشید و در سال 1328 ساخت آن زیر نظر خود او آغاز شد. آرامگاه بوعلی را خیلی ها به دلایل متنوعی سرفصلی برای یک معماری نو در ایران می دانند. در این بنا سیحون معماری مدرن اروپایی را با معماری سنتی ایران تلفیق کرده و مربع انسان کامل داوینچی را با نمادهای گنبد قابوس که در زمان زندگی ابن سینا بنا شده در هم آمیخته. استفاده از بتن لخت و چکشی که از تجربه های معماری اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است، در کنار باغچه‌ها و آبنمای متداول در باغ‌های ایرانی نشان دهنده شوق سیحون به نوآوری و از اولین نمونه‌های تلفیق 2 مکتب معماری اروپایی و ایرانی در یک بنای مدرن است. جنگ اثرات خیلی زیاد گذاشته بود روی معماری اروپا. خیلی کارا رو با بتن لخت انجام می‌دادن و خب زیبا هم هست اگر خوب انجام بشه. این بود که من فکر کردم اینو وارد بکنیم در آرامگاه بوعلی
و در یک خانه ساختمان خصوصی برای دکتر فرهاد، کلینیک دکتر فرهاد. هوشنگ سیحون تحول معماری در ایران از آغاز دوران پهلوی تا امروز را هرچند رو به جلو، اما گاهی دچار بحران می‌داند. اوایل رضاشاه بناهایی که می‌ساختن بناهایی بود که سعی می‌کردن از عوامل معماری هخامنشی یا ساسانی یه جوری گنجیده بشه تو ساختمان‌ها. شهربانی کشور در زمان رضاشاه از این نوع بود که از تخت جمشید تقلید شده بود، یا انوشیروان دادگر مدرسه، یا بانک ملی. ولی یواش یواش اینا فراموش شد و رفت جایگزین معماری مدرن شد. ولی حالا با ارتباط با خارج و به خصوص با ارتباط با این مجلات معماری خارجی، با کمال تأسف باید عرض کنم خدمتتون، خیلی از معمارا گرایش پیدا کردن که مجله رو واکنن، از اون تاثیر بگیرن یا کپی بکنن حتی. غیر از آرامگاه بوعلی، سیحون بناهای یادبود متعدد دیگری هم ساخته. آرامگاه خیام، آرامگاه کمال الملک، آرامگاه نادرشاه و آرامگاه فردوسی از آن جمله اند. بعضی حتی از سیحون به عنوان معمار بناهای یادبود نام بردند. از او پرسیدم به چه انگیزه‌ای دنبال این گونه معماری رفته. من دنبال اون نرفتم، اون آمدن دنبال من. یعنی من اولین بنایی که با مسابقه برنده شدم آرامگاه بوعلی سینا بود که یه فکری به سرم رسید، اون است که بیام و به جای مقبره سازی رو بذارم کنار، من بیام مشخصات کاراکتری خود بوعلی سینا رو یه جوری اونو پیاده کنم توی ساختمان. خیام که دیگه خیلی همش تمام سمبولیکه. اشاره کردین به مقبره خیام. نظامی میگه که 4 سال پیش از مرگ خیام او رو میبینه و خیام میگه که من جای دفن خواهم شد که غرق گل باشه و باد شمال بهش بوزه. شما در طراحی مقبره خیام اون چه بیشتر توجه کردید بهش به ریاضیات و نجوم خیام هست و به این لطیفه شاعرانه‌ای که خودش برای خودش به عنوان مقبره در نظر گرفته توجهی نکردید، به طوری که در قبر خیام وقتی ما میریم گلی او رو نپوشونده؟ اجازه میفرمایید بنده به شما بگم کور خوندید. اساساً پایه‌گذاری این بنا روی اصل همین حرف خود خیامه. خیام در یک محلی بود، فرض کنید این امامزاده محروق توی باغ، درست این گوشه شمال شرقی امامزاده محروق قبر خیام بود. اگر ما میخواستیم اینجا بنا بکنیم، دو تا بنا معارض هم دیگه بودن. بنده آمدم مطالعه کردم روی خود باغ، دیدم که در بر شرقی باغ یک، عرض کنم که اختلاف سطح 3 متری هست، که تو این اختلاف سطح 3 متری درختان زردالو و سیب و گلابی و این چیزا پره. این باغ اینجاست و این رفت تو دل اون باغ و بازم هست، چون همه جاش بازه، مخصوصا بازگو داشتیم ببینی که قبرمون وسط که اون برگ گل بریزه اون رو. خیام رو پس گور به گور کردید؟ یعنی جای قبرش عوض شد؟ خیام کدومه؟ 7 نفر رو من گور به گور کردم، 7 نفر رو گور به گورشون کردم. بوعلی، ابو سعید دختوک، عارف قزوینی که در همون محبته بود، این سه تا رو گور به گور کرد. بریم بعدش سراغ نادرشاه، این 4 تا گور به گور شده. کلونل دقیخان پسیان هم گور به گور کردیم چون قبرش میافتاد توی این، 5 تا. بعدش هم فردوسی رو هم بنده گور به گور کردم، از بالا آوردیمش پایین. یکی دیگه هم هست، حالا اون یکی دیگه کی باشه؟
حالا برصد 7 نفر. 7 نفر. کار بزرگ دیگر هوشنگ سیحون در معماری تربیت جمعی سرشناس‌ترین معمارهای ایران در دوران خدمت 19 سالش در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. سیحون بعد از پایان تحصیلات معماری در تهران و پاریس به عنوان دانشیار عضو هیئت آموزشی دانشکده هنرهای زیبا شد. با ریاست او بر این دانشکده در فاصله سالهای 1341 تا 47 تحولات جدی در برنامه‌های آموزشی این دانشکده آغاز شد و به همت او بود که دو رشته موسیقی و هنرهای نمایشی به برنامه آموزشی این دانشکده اضافه شد. اما شاید مهمترین نقش سیحون در تربیت شاگردانش دلبسته کردن آنها به ایران بود. برنامه سفرهای پژوهشی به گوشه و کنار ایران که او به عنوان بخشی از کار درسی دانشکده معماری متداول کرد، منبع الهام بسیاری از شاگردانش در طرح‌های آینده معماریشان شد. من از همون سال اولی که به عنوان دانشیار وارد دانشکده شدم، آمدم اول از دانشکده از دانشجویان تحت سرپرستی خودم شروع کردم که با اینا به گردش جمعی بریم و بعد اینو توسعه دادم به تمام دانشکده. خودم موظف میدونستم که ایران رو به دانشجویان خودم بشناسونم. ایران برای من پر از آثاره، یه موزه است، یه موزه بزرگ، نقطه به نقطه، وجب به وجبش برای من خاطره است و واقعا بهتون بگم آرام ندارم، آرام و قرار ندارم نسبت به ایران. این فکر دست انداختن دانشجوهای سال اولی که بچه های سال صفری رو می آوردن و یه ده سال بالاتری ها رنگش میکردن، رنگشون میکردن و مسخرشون میکردن و اینا، این ایدهش شما بردید؟ نه خیر، من نبود. این ایده بوزاری بود؟ بوزاری بود، این از بوزاری، اینا در ارتباط بودن، بالاخره میدونستن چه خبره اونجا. ولی شما هم ید طولایی در دست انداختن؟ منم مانع نمیشدم، خب تفریح میکردن دیگه. اگه بخواین چند دقیقه اونجا بشین نیفتین تو چاله؟ نه من حواسم هست. شما آخه ممکنه بیافتین، این اکسونم خرابه بازش. سیحون در اوائل دهه 30 با یکی از دانشجوهای خودش زنده یاد معصومه نوشین سیحون، نقاش و مؤسس گالری سیحون، ازدواج کرد و مریم و نادر سیحون حاصل 23 سال زندگی مشترک آنها هستند. من وقتی که دبیرستان بودم، نه که عشق مفرط نقاشی و اینا بود داشتم، همش عزای گرفته بودم که من میخوام برم دانشگاه بعد از دبیرستان. چه دانشکده‌ای برم که جواب اون ذوق و عشق منو بده؟ عقلم به جایی نمی‌رسید و در عذاب بودم. در سال 1319، خرداد 1319، دیپلم متوسطه رو من باید می‌گرفتم. درست همون تابستون دانشکده هنر زیبا تأسیس شد. سیحون تحصیلات دانشگاهی را در هنرکده‌ای که در سال 1318 تأسیس شده بود شروع کرد و در سال 1323 که این هنرکده به دانشگاه تهران ضمیمه شد، از رشته معماری دانشکده تازه تأسیس هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد. پس از پایان جنگ به انتخاب و توصیه آندره گودار، اولین رئیس دانشکده هنرهای زیبا، سیحون به فرانسه اعزام شد و در مدرسه بوزار پاریس ادامه تحصیل داد. من دیپلم دانشکده هنرهای زیبا رو، دیپلم معماریمو در 23 دی ماه ببخشید در دی ماه 1323 گرفتم. در دی ماه 1323 که پایان جنگ بود تقریبا، یعنی در تمام مدت جنگ من مشغول تحصیل معماری بودم 4 سال. درباره زندگی و آثار سیحون تا به حال 4 کتاب مهم چاپ شده. جامع ترین آنها کتابی است با عنوان هوشنگ سیحون، نیم قرن فعالیت هنری در جهان نقاشی و معماری، که مؤسسه سابکو در سال 1998 زیر نظر خود او در ونکوور کانادا چاپ کرد. بعد در سال 1972
یه نمایشگاه با پیکاسو و سالوادور دالی داشتم. این کاتالوگ مربوط به بنده است که تو اون جا اولین دفعه بود که در خارج از ایران کارهای کلاف خط رو به اصطلاح به نمایش میذاشتم. یه چیز دیگه ای که ضمن مسافرت ها جلب توجه من کرده بود این نمدمالی هایی بود که در تمام شهرستان های ما بالاخره کارگاه نمدمالی هم یک گوشه بود که من از تکنیک این نمدمالی خیلی خوشم اومد، خیلی زیاد. نمدم موضوع پشمه، نمیتونه با پشم اون کاری که شما با سیاه قلم یا با مینیاتور انجام میدید نمیتونه به اون دقت و به اون ظرافت انجام بشه، زمخته تر. بنابراین باید اون حال و هوای خود تکنیک رو رعایت کرد. من خیلی دوست دارم که کارهای ابتکاری که کسی نکرده باشه انجام بدم. اینا بعد از انقلاب این کارا رو کردم. اینها بلیط های مترو پاریسه. این بلیط دست نخوردش، بلیط در اجروز. اینجا یه جا شده نوک دماغ این، یه جا شده یه قسمت از بالای دماغ و چشم این، یه جا شده ابرو و موی این آدم. 40 تاش اینجا الان چاپ شده، 40 نوع مختلفه، ولی اصلا 40 تا نیست، 500 تاست. 500 شکل و همه رو الان من دارم در ونکوور. کتاب دیگری از مجموعه طراحی ها و نقاشی های سیاه قلم سیحون که با عنوان نگاهی بر ایران در سال 1974 در پاریس منتشر شد، اسباب آشنایی و بعداً دوستی او با امیرعباس هویدا نخست وزیر پیشین ایران شد. ایشون به من گفت که ببین فلانی، من همیشه در این پست نیستم و یا بازنشسته میشم یا برکنار میشم، یا من آرزوم این است که برم توی یکی از دهات ایران، یه دهی رو انتخاب بکنم، اونجا مستقر بشم، کتاب بخونم و کتاب بنویسم. چون من کتاب تو رو خوب مطالعه کردم، در همه جای ایران رفتی و آشنایی داری، این ده و دلم میخواد تو برای من انتخاب بکنی. من رفتم مطالعه کردم، عبیانه رو کسی نمیشناخت اون موقع. من رفتم گفتم من عبیانه رو انتخاب کردم. فرداش تلفن کردن به من که آقا اینجا نپسندیدن. قرار گذاشتن ما رفتیم اونجا. گفتن که من اینجایی که شما انتخاب کردی نمیپسندم، به علت اینکه نه کاشان فرودگاه داره نه نسنس. گفتم دهی که شما فرمودید که دنج باشه، وقتی که فرودگاه داشته باشه دیگه دنج نمیتونه باشه، شلوغ میشه دیگه. ولی عبیانه پیشرفته ترین نقطه کشور ایران از نظر فرهنگ، یعنی بزرگترین پورسان دانشگاه روی ایران در عبیانه بود. اولین مدرسه مختلط دختر پسر قبل از تهران در عبیانه تأسیس شده. حیفه که یه نخست وزیر دانشمندی مثل جناب عالی بره در یه دهی که گلو گلو باشن هیچی نفهمه. ولی اینا اهل فرهنگ هم قبول کرد. که رفتیم اونجا با سلام و صلوات چه باشه که از خدای افتخاری عبیانه رو به ایشون دادن و اون داستانش خیلی مفصله. وقتی از هوشنگ سیحون سراغ عکس‌های کودکی و جوانیش را گرفتم، گفت که همه عکس‌ها و مدارکش همراه با انبوهی از آثار هنری که در خانه‌اش داشته بعد از انقلاب به تاراج رفته است. معدود عکس‌هایی هم که دارد بعداً به همت دوستان و شاگردانش به دستش رسیده. و اما آمدن بیرون، خب خودتون بهتر می‌دونید که منو ممنوع خروج کرده بودن. من ممنوع خروج کرده بودن که یک سال بعد از انقلاب نمیتونستم از ایران بیام بیرون. وقتی که درست شد کارم، که اونم یک حالت استثنایی بود که درست شد، بلافاصله دیگه معطل نشدم، بلافاصله آمدم بیرون. اما بعضی از عکس‌های خانواده او را در آرشیو موزه عکس و موزه موسیقی میتوان پیدا کرد، چون جمعی از برجسته‌ترین موسیقی‌دان‌های ایران
از میرزا عبدالله که ردیف‌های موسیقی سنتی ایران را به نظم درآورد تا احمد عبادی و علی اکبرخان شهنازی اجداد و بستگان بلافصل هوشنگ سیحونند. مادرم خب فرزند میرزا عبدالله مرحوم بود، یه پدر بزرگ من که پایه‌گذار موسیقی سنتی ایران، بنابراین از سرچشمه ایشون نوشیده بود. عکس مال زمان دبیرستان، مادر در حال نواختن ستار هستن که خیلی هم این پنجه ها رو چجوری گرفتن پیداستون تو. و پر از محبت بود این مادر، پر از محبت. مولود خانم مادر هوشنگ سیحون نوازنده برجسته‌ای در ستار بود و همو بود که به برادر کوچکترش احمد عبادی، استاد بعدی ستار نوازی ایران، این هنر را آموخت. عبادی در حقیقت موسیقی رو قسمت خیلی کمیش از پدر، ولی خیلی بیشترش از مادر من یاد گرفت. از پدر خودش و بعد از مادر من که همشیرش بود از ایشون یاد گرفت. پدرش ضیاءالله سیحون هم از شاگردهای میرزا عبدالله بود و در نواختن تار مهارت داشت. عموی مادرش آقا حسین قلی از برجستگان موسیقی سنتی ایران و پدر میرزا علی اکبرخان شهنازی استاد مسلم تار بود. سیحون میگوید پدر و مادرش علی‌رغم دلبستگی خودشان به موسیقی هیچ وقت او را برای دنبال کردن موسیقی تحت فشار نگذاشتند. اما خود او مجموعه طرح‌هایش با عنوان کلاف خط یا خط در خیال را نخ پیوند هنرش با موسیقی و سنت خانوادگی می‌داند. ببینید این یه ارثیه است که از خانواده به من رسیده. حالا چجوری؟ میدونید که در موسیقی ایرانی فی‌البداهه نوازی خیلی اهمیت داره. من بداهه نگاری میکنم. سیحون شاید یکی از پرکارترین هنرمندان ایران باشد که هنوز هم دائما در هر فرصتی، حتی وقتی در جمعی نشسته، به نقاشی و طراحی مشغول است. من بچه که بودم نمیدونم، شاید اولین کودکستانهایی بود که تأسیس میشد در تهران. یه ناظمی داشت به نام کوکب خانم. این کوکب خانم خیلی من آزار میداد. چرا؟ برای اینکه من ره نمیتونستم بگم اون موقع. 3-4 سالم بود، 5 سالم بود. ریا رو یه میگفتم. این کوکب خانم منو میزد. کتک میزد منو. و مداد میذاشت لای انگشتام، فشار میداد که ره بگم. منم نمیتونستم بگم. یه گرفتاری بزرگی بر من درست کرده بود. یادم میاد که یه روز جمعه بود، زمستان بود، هوام سرد بود. به مادرم گفتم که من میخوام امروز یه کاری کنم که ره بتونم بگم. یه دیگه ناراحتم من. رفتم زیر کرسی از صبح. لافو کشیدم سرم و دو تا جمله برای خودم درآوردم که توش ره باشه. یکی درخت ریشه داره، یکی دیگه قوری چای داره. که میگفتم درخت ریشه داره، قوری چای داره. نمیتونستم بگم. اینو شروع کردم به تمرین کردن و گفتن برای خودم. انقدر اینو تکرار کردم تا غروب و فشار به خودم آوردم تا غروب ره رو با تشدید تونستم بگم. درخت ریشه داره،
قره چای داره یه همچی چیزی. هوشنگ سیحون با تمام یادها و خاطره هایش از گرما و آفتاب سرزمین محبوبش ایران امروز در ونکوور ابری و سرد مسکن دارد. بعضی روزها که هوا بارانی نباشد قدم زنان برای تماشا و نقاشی به این پارک در نزدیکی خانه‌اش می آید. شاید در رویای همان نور و کویرهای خاطره‌اش بود که از ما خواست در لس آنجلس آفتابی با او دیدار و گفتگو کنیم.